تنهایی؟ بله. کمک نمیخوای؟ نه من تنهایی کار میکنم. معمولا اونایی که LCD میان نصب میکنن از 3-4 نفر دنبالشون هست. اونایی که 3-4 تایی میان یه LCD نصب میکنن یه مش بچه سوسول سامسونگی هست. چی؟ بچه سوسول سامسونگی. حالا اینو کجا نصبش کنم؟ همون دیوار رو برو اون وسط. یه 10 دقیقه دیگه آماده است. میتونی با هم بیان بشینیم تنظیمش کنیم. خیلی خوب، منم 10 دقیقه بیکارم باستم ببینم چیکار داری میکنی. میخوری؟ نه. پس خودم بیخورم. مگه چیه؟ آبه. نوشه جان. چند وقت داری برای LG کار میکنی؟ اگه میخوای فقط سر حرفو وا بکنی که سکوت نباشه به خودت زحمت نده، من عاشق سکوتم. بخواب بینیم بابا، حالا هرچی مرید چی نمیگم. پاشو واسه ببینم. چی شو؟ وقتی داری با من صحبت میکنی باید پاشی واسی جواب منو بدی، نه اینکه پشتتو بکنی به من بگی عاشق سکوتم. با منی؟ من رئیس سامسونگم. خب باش، واسه چی داد میزنی؟ جوجه، میدونی رئیست کیه؟ نه. بهش میگن جلایی پور الژی، یعنی هر کاری من میکنم اونم انجام میده، ولی عمرم بتونه مثل من لات باشه. من جلایی پورم، لات سامسونگ تو ایران. جناب آقای لات سامسونگ، شما که انقدر لاتی چرا خریدات از الژی میکنی؟ رئیستو توی مهمونی دیدم. قبلش مدیر فروش منو غر زده بود. بهش گفتم این کارو نکن. گفت من کاری نکردم. فقط بهش پیشنهاد بهتر کردم. اونم قبول کرد. گفتم اما من این کارو نمیکنم. گفت نمیتونی این کارو بکنی. با هم شرط بست. گفت من بهترین نصابمو میفرستم برات. اگه تونستی مخشو بزنی تازه با هم بی حساب میشی. اگه همین الان با دست بدم بگم برات کار میکنم، یه کاری برام میکنی؟ چی کار؟ میخوام این بابا رو که میگی سر من باهات شرط بسته یه جا تنها ببینم. چی کارش داری؟ میخوام بزنم. فردا هم اینجا تو مهمونی من دعوت. کارم از که شروع کنم؟ همین حالا. مرا میریزی؟ با یخ؟ نه. خیلی وقت بود میخواستم رئیسمو بزنم اما نمیشد. کارمو از دست میدادم. مشکلمو حل کردی. دمت گرم. به جمع لاتا خوش اومدی. یکی بود که دیدی، یکی هم هست که میبینی. خلاصه قصه ما از اینجا شروع شد که این خانوم تحت فشار پدر مادرش قصد ازدواج کرد. البته خودش هم بعدش نمیاد که شوهر کنه، ولی پدر مادرش واسش 1000 قصد و غرض دارن.
بس دیگه، میخوام بقیه قصه رو بگم. با شما ما دوست عزیز آخه تو حس اوه دماغ رو اینم از ماشینشونه. بله ویتامین سه داده که اینقدر تون میره. آه یکم جلوتر. آها خلاصه این همون خانومیه که من داشتم بهتون معرفی میکردم. حالا این دوتا آقا کیان؟ جای بحث داره، جونم براتون بگه. سقف رو ببین باریکلا. حالا تا این ماشینا داشته باشین دیگه احتیاج به سواد و اینا نداره، خواستگار پیدا میشه. خلاصه داشتم میگفتم این آقایی که این خانوم الان بغلش وایساده، آها این همین موسفیده، این پدر این خانومه. اون آقا که عینک دودی زده اون بازرس شرکته. حالا این خانم چرا داره میخنده خدا میدونه، احتمالاً یه جا که جدید واسه خودش گفت که تا حالا خودش هم نشنیده بوده. مسابقه شروع شد، برو که بریم. امروز میخواستم یه محصول جدید رو براتون معرفی کنم. اون محصولم چیزی نیست جز ذکر. تو برای چی نشستی منو نگاه میکنی؟ ساعت سه بیشتر وقت نداری. آقا سلام علیکم، احوال شما، روزتون بخیر. خب این چه طرز برخورده؟ یعنی چی؟ برخورد خاصی کردم مگه؟ نه فقط لطف کنین جواب سلام مشتریتون رو بدید. شما اینجا چی کار میکنی؟ من امروز روز اول کاریم اینجا. معلومه. خیلی ساعت 8 صبح من پاشدم اومدم ببینم چه خبره، دیدم هیچکی نیست. حالا یا برو یا بیا بس من بگی بشین نیم ساعت دیگه یکی بیا جواب تو بده. اوکی. خب یه پیشنهاد دارم، حاضری با من ازدواج کنی؟ من ازدواج تو؟ آره چرا که نه. مبارک. ببین من یه شرطی گذاشتم که تا ساعت 3 بعد از ظهر فقط فرصت دارم، فقط 3. چه ربطی داره به خواستگاری کردن؟ ببین تو واقعا چی کاره ای؟ ما رو خل نکن. کمتر از 7 ساعت اگه قبول کنی صاحب همه چیز میشی. من که قبولم. خب من LCD میخوام. بفرمایی از محصولات ما دیدن کنیم. بابا تو هم با ایشون محصولاتتون دیدن کردن دیگه. آقا جان از همینو میخوام. قیمتش برات مهم نیست؟ مهم نیست. قابل نداره تخفیف؟ نه تخفیف هم نداره. تخفیف هم نداره؟ خب از 3 تا میخوام. 3 تا؟ باشه 3 تا برات میذارم کنار. غروب بدون صف بیا ورده ببین. شوخی دیگه بس، خواهش میکنم. شوخی بس سوسول. با اجازه شما معذرت میخوام. خب او لیست قیمت هم که اینجاست. خوبه بسیار. آدرس هم شماره تلفن هم که 220. شماره رمز کارت هم که یه امضای مردونه. شما سوالی امری فرمایشی؟ ببخشید فضولی کردم. قیمت ها رو خدا تاییه. نصبتون دیواریه یا رومیزی؟ نصب ما دیواریه. دیواریه. باش بهت زنگ میزنم. نمیخواد، محضر هماهنگه. تلفن. الو بابا جان محضر. سلام، من احتمالاً دارم ازدواج میکنم. ببخشید عیال جان تو دقیقاً کی هستی؟ من خواستگارم. اون وقت اسمت چیه؟ رویا فروشم.
محضر ساعت 9. محضر ساعت 9. این یه تحتیل شم و چراغ ها رو روشن کنین، امشب عروسی داریم. همسایه ها رو خبر کنین، امشب عروسی داریم. واسه یه عروس و دوماد میدونه جشن وا کنین، واسه یه خوشبختیشون از ته دل دعا کنین. عروس چقدر قشنگه، دوماد دماغش گنده است، دوماد چقدر لاغره، عروس خدایش خوبه. ببخشید چی نگاه میکنی؟ شبکه 1. بیکاری؟ یه زنگ بزن خانم رویا فروش بگو همسرش اومده با سه ترسی. همین رویا فروش نداریم. طبقه آخر شماره 22 74 خالیه. یعنی چی خالیه؟ یعنی خونه خالیه. خب اینم از مرحله دوم مسابقه مون شروع شد. چه آقا پسر آبگوش به بالای مامانم اینایی. آقا داماد عرض میکنم، تا دیروز اوشگول بود، حالا چه تیپی زده. باریکلا. بله اینم از عروس خانم گلمون. حالا اون چی بود تو دستش من دقت نکردم، من که نمیدونم، شاید آقا داماد بدونه. آهان دیدش. رویا جون سلام. اه سلام، ببخشید دیگه من دیر کردم. خیلی خونه خوشگلی ها اینجا، ولی یه خورده بی خودی بزرگه. 10 میلیارد قیمتشه. اصل شرط هم همین خونه است. منظورتو نمیفهمم. میفهمی. البته این صحنه رو منم موافق نبودم، ولی آقای کارگردان میگفت باید یه جور نشون بدیم که این دو دل داده به هم چجوری میرسن. البته نگران نباشین، همین الان خراب میشه. ببینین 1 2. اه چه لاغری. تازه الان دیدین؟ اصلا تو محضر این شکلی نبودی. بعد تا ساعت 3 خونه رو پر کنیم. نمیدونستم اینقدر تو لاغری. ببخشید البته همه چیز رو توضیح میدم. نمیدونی چیه؟ بگونیم چیه؟ خواستم بگم ببخشید زنگ بزنم. خواهش میکنم. خواهش هکی خود از زنگ گرفتم تو پله. بله؟ این آقا چیه؟ بازرس مسابقه است. خانم رویا فروشن؟ بله. دوشک طبی یکه که سفرش دندوی هاورده ما دوشک سوپر لوکسیش این مشتری یکه است. اویش هاورده و نظر من دوشک خیلی عالیه، چون دوشک سوپر لوکس فرن نرمه و حچی لبانی آخفی خیلی راحت تانیب خفی. بله 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 ممنون. چرخ تن است؟ تو حیاته. این دوشک سوپر لوکس چی بود؟ دوشک سوپر لوکس فرن دوشک عالیه که خیلی راحت تانی لبانی آخفی و قشنگ ام چالی کمرته پرگاتو تو چه و بر آخفی چه و پشت آخفی نوی راحتی به ام دوشکه. خیلی دوشکه استاندارد و فره عالیه که هیچ مشکلی کنیه که قشنگ ام گودی کمرته پرگاتو چه و برا چه و پشت سفتی خوشی همته. وانه دوشکه لوکسکه خیلی راحته، مخصوصا با کسیلی که کمرشه هم به تا
تو ام چالی کمره پرکاتو که تو راحت وی چو دم اب خفی چو پشت اب خفی راحت تنیتی اب خفی ایتر ایمه کرمن تا بود انتخاب تنکر دو شکتن ها؟ انتخاب تنکر دو شککه ببخش کیو باید انتخاب کنه؟ پس خاک لخنمو به انتخابی که چی میگه؟ تو شککو؟ بله خانمو اواش انتخابی که نگفتم بازرسه؟ البته مالی نیست، الکی رخ پوارو گرفته. خب پاشو پاشو بیا جای اینا رو نشون بده من نصب کنم برم کار دارم. خب پس تو یکی از اینا رو اوکی کن دیگه. هر کدوم تو فکر کنی. یالا خسته نباشی. ممنون. من کارم تابو. خب. باشه چاپ کم کامیت انتخاب کرد. هر چی آقامون بگن دیگه. بله. ها. آقا میگم نخون اینجا چه خبره؟ اینجا؟ اینجا خونه است دیگه یعنی یکی از خونه های دنیاست منم شرط دارم یه سری وسایل بریزم اینجا پرش کنم آماده بشم. وقت با کی همچین شرطی رو گذاشتی عیال؟ نمیتونم بگم. چه جاله؟ سوال دوم آقای واس پرس. سوال دوم. توضیح ندی براش مسابقه خراب میشه. خودت رو به مرا نزن. من شرط دارم و باید اینجا رو تا ساعت 3 پر کنم یعنی چی؟ اشکال نداره ببین همه چی اینجا یه جوریه بذار من باید رو راست باشم بذار رو راست باشم جمع کن خودتو ببین به خدا راست میگم من تا ساعت 3 بعد یه کارایی رو انجام بدم خب اولیش ازدواج با تو بود که انجام شد پر کردن خونه از وسایل که به کمکت احتیاج دارم تو تاش به من بیا چیزم نپرس به جون مادرم همینه سیابون چی نوکر باباتو میگم ببین من امشب یه جایی قرار واجبی دارم باید برم بهش برسم شرمنده تو اوکی خب خانم کاریم تاوبی رو بالشتی مشکیه گو رو تو شکیه گم خسته گشی ترتمیز و احمده گشی حاضره چا تم با اسمو خواه خوشنم با عرضواتم آقا خیلی خیلی ممنونم واقعا لطف کردین میتونم از اتون خواهش کنم امروز اینجا بمونید یکم به من کمک کنی چا؟ هیچی آقا لازم نکرده حسابتو گرفتی؟ بله خانم انعام شیدا خیلی خب انعامتم که شیدا دست درد نکنه لطف کردی خوشش اومده بودو ببینم خانم خواهحافظ ببینم بیا دوشککم دوشککم وای از 8 صبح من فقط وقت کردم تختو بگیرم و LCD رو تو سامسونگ اصلا یاد طرف از تو یخچال بگیرم حالا قراره واقعا تا ساعت 3 اینجا رو پر کنی. نمیزن سامسو بگه یخچال بیاره. پوشیدم. برگرد نجیب. خب البته زیاد کار خاصی هم نمونده. یه یخچال و یه سری خنزر پنزر و خوردنی حله. ببینم. چرا قراره 3 تا تلویزیون حالا بخریم؟ سختی معطل کرد. 3 تا LCD واسه اینکه من عاشق تلویزیونم. عاشق چی؟ شبکه یک. جوجو جان بیا یه دقیقه اینجا ببین لیست خریدامونه باید تو ساعت 3 اینا رو بخریم بذاریم تا جارو بکشیم تا بیاد راست تو ساعت 3 پیداش میشه آنت مرکزی چی؟ ببین، گوش کن به من. آنت مرکزی چی؟ آها. داره فقط یکی سالمه. ببین. آنت معمولی چی؟ آنت با. آها. آها. داره امروز نمیرسه. برو بمیر بابا تو اصلا چی داری؟ والا. ببین تو بعد آنت مرکزی رو تا قبل از ساعت 3 به 3 تا LCD وصل بکنی. گودبای. آه.
بابا یه خط در میون بابا بس نکن زشته. بخر بیار هر چی هست. هر چی خودت بگیش که نه. بیان. بله. در واقع من نرم ترین و سفید ترین حولتون رو میخواستم. اختیار دیدین؟ نه این مشکل منم هست. منم تا حالا تلفنی حوله سفارش ندادم. بله. معمولا این کارا مال هتل‌ها و اینجور جاست. درست میفهمین؟ قربان شما. خواهش میکنم. خواهش میکنم. از فروشنده که میگن همیشه حق با مشتریه همیشه خوشم اومده. اختیار دارین؟ اختیار داری. بندم رویا فروش هستم. تو هر چی داری برده بیار. همشو میخوام ها. همه یه کانالای باحال. اوکی. فینیش. برو که راحت. این چیه؟ تصادف کردیم. این زیباترین مشتری این مغازه است. میترسه نکن. بیا بریم مال ماشی. ببرمت خونمون. لطفا برم پیش بابا. گوگول. بری پیش بابا. بفهم بری پیش بابا. بلندش کن بری پیش باباش. خیلی بری پیش بابا. سرگیجه دارم. آره. فشارت افتاد. بینو بخور خوب شی. نه دیگه ندارم اینا. دیگه ندارم. بابا از 6 صبح همینجوری رو پام دیگه. منم به خدا سرور داریم کار میکنیم همینجوری رو پام. 6 صبح اصلا چجوری پاشدی تو؟ با شروع شرط. چرا نمیخوای بگی شرط چیه؟ نه تأکید کردن کسی که باش ازدواج میکنم نباید بدونه. ای از صبح زود بیدار شدن متنفرم. همیشه لنگ زور از خواب بیدار میشم. 12 1 2 نگه چرت نگو. 8 صبح سر کارت بودی. امروز استثنا بود. اتفاقا منم امروز به خاطر یه شرط زود بیدار شدم. چه رئیس خوبی داری والا. رئیس ها همشون خوبن. رئیس بد نداریم. رئیس بد که داریم ولی کم داریم. آره انقدر کم که اگه وقت یکشون رو دیدی میتونی بگیری حسابی بزنیش. تو تا حالا رئیس رو زدی؟ نه ولی امشب میخوام بزنم. میخوای منم ببری ببینم چجوری رئیستو میزنی؟ نمیدونم باید با رئیسم هماهنگش کنم شاید بشه. خیلی خوشحال میشم اگه بشه. منم خوشحال میشم. یه پیشنهاد بهت بکنم. یه پیشنهاد بکن. از این به جا که تا لنگ زور بخوابی سعی کن 6 صبح از خواب پاشی. چطور؟ آقا سرخیزی بهت میسازه. از 8 صبح تو الان فقط 3 تا LCD واسه رئیست فروختی. الان هم 10:30 صبح کنار همسر عزیز سوپر وایسادی داری خرید میزنی. شب هم که میخوای به این رئیست رو بزنی. تازه اگه منم برنده بشم که دیگه کویته. چی میخواد؟ چی؟ خیلی هم عالی. قشنگ گرد به میگه بیام. ببخشی شما آقای بی پلیز. بله پلیز.
بله باشم کار دارم. الو سلام. باشه 10 دقیقه. بالا کجاست خانم؟ بالا کجاست؟ قطع کردن؟ خیلی وقت دارم. بالا کجا؟ بالا چیه؟ بالا پشت بوم دیگه. چیکار داری؟ بالا پشت بوم چیکار میکنن؟ کف دروازی دید زدن؟ آقا دارم جدی صحبت میکنم. هلیکوپترم اومده بالا بشینه، باید سوار شه. خلبانه. ببینیم بابا چیزی که زیاده مشتری. چیزی هم که زیاده گل فروشی. باشه حالا تو برو تو ماشین بشین، من با این رفیقمون یه گپی بزنم. چه گپی بزنی حیوان؟ من میفهمم اصلا. حالا تو برو بشین. اینجا ناسلامتی گل فروشیه، تو چرا نمیخندی؟ ها بخن، میگم بخن. ای بابا نمیخند ها؟ پسر خوبی بودا. مگه پسر خوبی بود چرا زدش بدبخت؟ من زدمش خوب شد. قبلش بده. آقا ببخشید اینا رو من کجا بذارمشون؟ اینا رو قربون دستت، تو ماشین خیلی هم زحمتت دادم، ببخش. خواهش میکنم، همیشه حق با مشتریه. خواهش میکنم ریزن قربون. مرحله اول مسابقمون عروس خانم برنده شد، ولی خودمونی ما شبیه زندگیه، خدا آخر عاقبتشو به خیر کنه.
آدم واسه بازرس مسابقه گریه میکنه. گریه میکردم؟ نه میگه آه یه سر واسه مامانم ناراحتم، طفلی اگه بفهمه سکته میکنه، دق میکنه. چه ربطی به مامانت داره؟ ما نمیفهمیم بچه، گیر کردیم. ربط داره، ربط داره. چه ربطی داره؟ داره. یه بارم که اومدیم یه جای بلند و ساکت و خوشگلی یه خورده فکر کنیم. ای بابا به چی فکر کنی علکی؟ به این که اگه ساعت 3 بشه و ما هم شرط رو ببریم، اون وقت چه اتفاقی میخواد واسه ما بیفته؟ ما این یو عیال خوب میشه، همه چی خوب میشه. ای کیه؟ من باید بپرسم کیه؟ کیه؟ ساعت چنده؟ ساعت 12. او مامانم، مامانم. یعنی چی مامانم؟ بایسه من باز میکنم. باز چی؟ ببین مامانت بود، بازرس مسابقه بود، هر کی بود دست به سرش میکنم بره. اگه نتونستم به پر وسط بگو شوخی بود. معرفی میکنم همسر عزیزم، 8 صبح سامسونگ آشنا شدیم. اوکی. چشمی داره که؟ خب چشمی داره دیگه. چشمی داره چی؟ کیه؟ کیه؟ خب کیه؟ ابیه بابا. ابی کیه؟ وسال آنتن مرکزی نصاب دیگه. پنبا خب بلش کن بذار بیره تو. اما چطور اینجوری میکنی؟ این نمیره. یعنی چی نمیره؟ این تا کارشو تموم نکنه نمیره. خب جون انقدر کنز حالا واسه چی؟ من کیه؟ واسه من کار میکنه، من رئیسشم. آره تو رئیس. خب چیز کن بگو بیاد این جاهارم یه تمیز کنه بره. خوبه دیگه. باشه. سلام. درواز کن شدی رئیس؟ من صبح با تو کی قرار داشتم؟ شما ساعت 10 با من تماس گرفتی، گفتی یه خانم برای خونش ماهواره میخواد. منم از ساعت 10 از نگهبانی دارم به شما زنگ میزنم جواب نمیدی. الانم 10 دقیقه از پشت درم، هر چی در زدم بعد در وا میکنی میگم رئیس هم اینجاست. سورپرایز. واو. اینجا مال کدوم انیه اینقدر خوشگله؟ اوه این چرا ستایال میکنه؟ بگو خانم بیاد ببینیم اما چی میخواد. تو چرا هی میری و میای؟ رئیس اینی بگو بیا. صبح که زنگ زدی من گفتم این رئیس تکخور نمیشه، این خانم تکخوری نمیکنه. متاسفم برات. میدونم بی تربیت، این خانم همسر من هستن، اما جدی کارش خیلی درسته. آخه ای بیه ها؟ ابی یه سوال ازت میپرسم، راستشو نگی همین الان با یه تیپ این خونه میندازمت بیرون. کارم تموم شد خودم میرم دیگه، ولی تو بمونی ها. یه آنتن مرکزی واس کردن کار 10 دقیقه است. تو از 11 صبح تا الان بالا چه غلطی میکردی؟ خلبانی. چی؟ خلبانی. اینو دیدی؟ بله. بله، همونطور که بهتون گفتم ما دو مهمون عزیز داریم که در خانه های شما از ما آشناترند. آقای رضا عطاران و خانم بهنوش بختیاری، خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون. خواهش میکنم. میدونم که
همه بیننده های ما دوست دارن صدای گرم شما رو این شب عیدی پای سفره هفت‌سین بشنون. رومون رو زمین نندازید، بفرمایید. من در خدمتم، ولی اون صدایی که میشنون بیننده های عزیز پخش میشه، صدا با کامپیوتر درست میشه، چون من صدای خوبی برای خوندن ندارم، واقعا شکست نفسی نمی کنم، واقعا با دستگاه درست میشه اون صدا، اگه ایزه بدیم من نخونم. حالا چون اصرار میکنید دیگه، من بازم معذرت میخوام، من صدای خوبی ندارم، ولی خب فکر می‌کنم به تیتراژ کوچه عواقی ها دوست ندارم دیگه خواب ببینم، توی خواب تو رو بیتاب ببینم، بدونم که نگران حال منی، تو نخه هر روز و هر سال منی، بعد تو تنها شده این دل من، خونه غم ها شده این دل من، مثل گل یاسی تو شبای من، عطر تو پیچیده توی هوای من. بله، یک ویژه برنامه داریم براتون، یه برنامه که از اتاق فرمان به من میگن که خان بختی اگه میشه بدیم من ببینم چی کارش کردی. رئیس ما یه بریم دیگه. خیلی خانم خسته نباشین، دستون درد نکنه، انشالله همیشه به شادی. خیلی خوشحال شدم. خواهش کنم، سلامت برم دیگه من. برو، آره بهت زنگ میزنم. واسه ببینم آقا این صدا تلویزیون هر سه تاش الان یه کانالو نشون میده. بله دیگه، یه سویچر سه کاناله براتون زدم که همزمان بتونید سه تا خروجی داشته باشین. خب آخه سه تا خروجی داشته باشین توپ ما سه تا شجوری بشه. اونو بده ببین خانم، از پشت این سویچره سه تا فیش رفته تو این پشت تلویزیون ها، درسته؟ همزمان من الان هر چی بزنم اینا سه تاش یه دونه کانال نشون میده، مثلا این کانال دو. کانال ویدیو تا همه چی تصویر ببین. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا من بشینم جلوی سه تا تلویزیون هر سه تاش یه چیز نشون بده؟ باریکلا من دیوانه. خب من دیوانم آقا. سه تاش داره یه چیز نشون میده. اوه نه خانم، من اصلا گوش کنید، من نمیگم شما دیوونه این که، دقیقا شما خیلی آدم سالمی هستین. خواهش میکنم. منتها خب فقط یه چیزی شما ببخشید، ولی سه تا تلویزیون برای چی گذاشتین کنار هم؟ خب برای اینکه میخوام سه تا کانال با هم ببینم، اشکالی داره؟ همزمان سه تا کانال مختلف. حالا چه فرقی میکنه این سه تا کانال نشون بده یا یک کانال؟ این جز شرطه، بذار کارشو بکنه، وقت نداریم. این باید بره، دیرش شده. آقا، آقا شما دیرت شده؟ نه خانم دیر نیست، نه جنبی دیر میشه. ها؟ به چیه؟ اگه از اول تکلیفتون معلوم باشه ببینین چه غلطی میخوان بکنه، آدم میدونه چه باید بخوره دیگه. این کارش همینه که شما الان از من میخواین. من نیم ساعت وقت گذاشتم اینو تنظیم کردم، براتون ترمینالش کردم که بتونین همزمان تو سه تا تلویزیون یه برنامه ببینین. حالا میگه عوضش کن. بالا سر آدم باشی، معلوم نیست نیم ساعت میذارین کجا میرین. ببی صدا تو بیار پایین، واسه چی صدا تو میبری بالا؟ کارتو تموم کن. ابی جان، ابی جان، ببخشید من یه ابی باید بره، مادرش خونه تنهاست. ابی جون اون مادر تو خونه تنها نذار. نه آقا جان، من مادرم کلاس، الانم خونه نیست. بفرمایید. یه میز بر من میندازی؟ آره. برای چی؟ میخوام برای من کار کنی، میتونی؟ من انداختم. باشه، یعنی جدی شما بهش ما؟ حالا دیگه هرجوری. خیلی هم خوبه که باشه، پس با هم صحبت کنیم، بشینیم. آره.
دستشویتون کجاست؟ همون از اون بر بریم مستقیم. معلومه چی داری میگی تو؟ خیلی خوبه. وایسا ببینم ابی. ابی فقط با من کار میکنه. ابی اون گم شو میدم. بیا برای گمشا رو میکنم تو چه تا حیوان. وقتی خانم یه چیزی میگه رو حرفش حرف نباشه. خانم الان من چی کار کنم؟ برین تو دستشویی. برین الان. چش. ببین. عجب. فقط آقای بی من یه خواهشی از شما دارم. بله. من بعد با دوستتون درست صحبت کنید دیگه. بله چش. قربونت برم. بفرما. دیگه؟ دیگه هیچی. دیگه از این بعد رسما کارمند منی. ماه به ماه میای حقوقتو میگیری میری. هیچ کاری هم نکن. فقط یاد بگیر با رئیست درست صحبت کن. آخه کدوم رئیس؟ حالا دیگه. منظورش منه. کی از تو پرسید؟ خوشگول. داری رئیس رو بزنی علاق؟ گفتم به چی؟ با رئیس درست صحبت کن یادته؟ ای بابا ما که نفهمدیم. مگه شما رئیس ما نیستی؟ ای بابا اصلا معلوم نیست اینجا چه خبره. شما دیوانه این به خدا. قاطی نکنین خانم رئیس. آقای رئیس دوای زن و شوهریه. این کچلم خودش نمیدونه چه خبره. از شرط مساقم اصلا خبر نداره. خوابیدین؟ نه، نه خوابیدم. میخواین دستاتونو بشورین؟ بله. ما تخم مرغ، خاجینه، گیلاس، زرشک، بستنی فست فود، آوالبالو، زرشک، پیتزا هلو، آیس کریم، نسکافه، سیب زمینی، زرشک، مرغ. اشتباه نکنین، این خانم مهربان مهماندار پنت‌هاوس نیست. مهربون یکی از شرط‌های مسابقه است، چون قراره کسی با کسی دعواش نشه. زرشک. میتونم همینجا غذا بخورم؟ آره، آره. میاری؟ بله. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم، خواهش میکنم. آخه. آقای بی، چی داری واسه نهار حوصله‌مون سر نره؟ اون کنترل رو بده. دکترها میگن موقع خوردن غذا نباید چیزی بگی. بده اونو. فولمن. هیچی نشد. هیچی نشد. اخی. چیزی نیست. غذا بازم داری؟ دارم خوبه. خانم. این تلویزیون اولتون. گذاشتم برای کانالای فان. ورزشی و موسیقی و فیلم سینمایی و سرنهاری دیگه عشق و حال. خیلی خوبه. نه نه الان زوده. چیزم نه خوابیار نمی کنم. ببینی؟ تو آینه بگو تا میدونی عاشق خوشیدی و تشنه بیداری. به جهان ثابت کن چی تو فکرت داری. عاشق خوشیدی و تشنه بیداری. به جهان ثابت کن چی تو فکرت داری. حرفمو باور کن با دلت از ریشه. حقتو میگیری تا جوونی میشه. اون تلویزیون اون بریم برای این کانالای اخبار و
سیاسی و آتش بیار و جدی و کلی عوامل استکبار جهانی دیگه. Mentally ill and should be kept in mental asylum. If they are let free, they can cause a civil war all over the world. Until now, people have reacted with angry and noisy protests, but there are other measures that they will take. These measures include hindering the... Samsung introduces the world's first 3D LED television, a new dimension in TV. تموم شد. اه. اوه. بابا دمت گرم. خیلی خوب شد. مرسی. بالاخره نمیخوای بگی این همه سگ دو زدیم تا ساعت 3 به خاطر چی بود؟ مهمتر از اون ساعت 3 نشده، کارمون هم تموم شده. تموم شد؟ آره دیگه، الان بابا اونم میان. واسه چی میان اون وقت؟ برای اینکه شرط رو اجرا کنم. یعنی چی کار کنم؟ بابا عجب خنگی هستی، خب داماد سرخونه شدی دیگه. چقدر لاغری. آره دیگه، آخه مام بابا میام بهمون تبریک میگن، منزلین رو مبارک میگن، مهریه داستانا. پاشه بابا، پاشه خواب دیدی خیره. اگه همین راحتی بود من خودم 3-4 تا زن داشتم. بلندشو ببینم. نمیخوای بیدارشی؟ بلندشو ببینم، نمیخوای بیدارشی؟ پاشو بابا، پاشو صبح. تو اینجا چیکار میکنی؟ من اینجا چیکار میکنم؟ ای وای. ساعت چنده؟ 6 صبح. تو من خروسی آخه 6 پا میشی. رئیست زنگ زد به من گفت اخراجی. اخراج؟ جمع کن برو. ها؟ مسوش اینجا همون لوکیشنه؟ این فیلمی که ساختن فیلم در واقع محمل خوبیه برای بحث کردن خیلی موضوعات اجتماعی. توی این گفتگو مطالب رو باز کنم، موضوعات فیلم رو باز کنم و مسعود فرسادی احتمالاً این همیشه از فیلم در واقع فیلم رو نقد میکنه و فیلم دفاع میکنه. همیشه فیلم دفاع نمیکنه. فیلم شما دیدی؟ آره. چند بار دیدی؟ من یه چند بار که سرش دیدی؟ دیدی واقعا؟ نه سرش ندیدم، دیدم. به نظر فیلم میخواد یه نقدی داشته باشه به اوضاع ماهواره توی خونه ها و تصاویری که تو خونه های ما هست، تصاویری که حالا از بیلبوردهای توی شهرمون شروع میشه، میاد با کانال های مختلف ماهواره‌ای، این مجموعه تبلیغات، تبلیغات مجموعه تبلیغات رسانه‌ای و شهری رو میخواد حرف بزنه راجبش. این که آیا واقعا از اول نیت نقد داره یا نه من نمیدونم. فیلم آیا میخواد نقد کنه یا میخواد یه تصویری از آنچه که هست رو به ارائه بده. نوک میزنه، نوکی هم که میزنه به مسائل، اساساً وجه آنچه که موجوده رو در همون آنچه که موجوده نگه داشتن. نه، یعنی طرح اگر موضوع که میکنه طرح موضوع رو به همین شکله، طرح موضوع به همین شکله، یه مقدمه خوبه، یه دعوای خوبه بین رئیس کمپانی با قور زدنش از یه کمپانی دیگه، این خوبه، این ادامه پیدا نمیکنه. من هی دارم فکر میکنم که تو تایفه این رئیسه که اول میاد و خوبم هست، دعواش خوبه، لاتبازیش خوبه، قور زدنش خوبه، حالا این برسه به نقد این قور زدن های این کمپانی ها نمیشه. ول میشه به امان خدا، این نصاب وارد میشه و قصه رابطهش با یه خانومی که میخواد یه جایی رو دکور کنه مال رئیسشو و این قصه رو میبریم جلو. ببین این که در واقع سه تا LCD رو نشون میده و توش یکی داره برنامه سیاسی پخش میشه، یکیش برنامه فانه، اول که ارزش یکی پخش میشه.
آره این نماده، این نماد مثلا رسانه‌های متفاوت کشوره یا نه؟ این یعنی فرق نمی‌کنه اگه ما داریم سه تا شبکه هم می‌ذاریم، سه تا LCD هم می‌ذاریم، همه دارن یه چیزو میگن. نه من فکر می‌کنم که اون نمی‌خواد بگه هر سه تا یکیه، بلکه می‌خواد بگه که مخاطب مثل هر بازار دیگه حق انتخاب داره. ببینید سه تا LCD رو بروشه که می‌تونه هر آن بزنه، هر کمیشو ببینه. بنابراین ما اگر در واقع توی عرصه رقابت با رسانه‌های دیگه وارد می‌شیم، ما یه داخل، ما یه حاکمیت ایران، ما یه هنرمندای ایران، در این رقابت نابرابریم که در واقع مخاطب ما فقط زحمتی که می‌کشه اینه که دکمه رو فشار میده که می‌تونه ما رو انتخاب نکنه، یه در واقع شبکه دیگه انتخاب بکنه. بنابراین من فکر می‌کنم اون پلانی که اون سکانسی که نشون میده سه تا LCD رو می‌ذارن بغل هم دیگه، اولام یکیان، یعنی منظورش اینه که همه شبکه‌های ما یکیان، همه شبکه‌های تلویزیون، که این حرف درستیه، یعنی طرح جنریک ما 76 تا شبکه استانی هم داشته باشیم، 100 تا دیگه هم عین اون اضافه کنیم، همش یه چیزه. درسته تقریبا، یعنی فقط ساعت پخشش برام فهم می‌کنه، یعنی فوتبال زود نشون میده که اخبار دیر تنش میده. ولی از اون به بعدش در واقع داره میگه که مخاطب ما میتونه که انتخاب کنه، یکیش ماهواره است. اصلا اون مجبور نیست و اصلا اصراری نداره و اصلا در واقع مزیتی براش نداره که بشینه اخبار ما رو از طریق ما گوش بده یا مثلا برنامه‌های سرگرمی ما رو ببینه یا فیلم سریال ما رو ببینه. میتونه دکمه فشار بده یا دیگر ببینه. حتی در واقع او کنایه میزنه، اون مدیر شبکه‌ام که اون همین فضا، همون این لوکیشن خونه اونه مثلا، اون خودش هم ماهواره میبینه، یعنی خودش هم برنامه تلویزیون میبینه. همینجوری به نظر شما؟ آره منتها من به نظر میاد که به این کاری که بعد اینجا میکرد هیچ کم از این حرفا در نمیاد. به نظر میرسه سه تا LCD خریده شده، نصب شده. خب این خیلی خوب میشه این بازی رو کرد که سه تا LCD توی یه خونه، توی یه محیط. حالا اگه تو سه تا اتاق بود، تو سه محیط بود، میگفتی از اینجا میری اونجا یه چیز دیگه میبینی، از اینجا میری. ولی سه تا LCD توی یه اتاق برای یه آدم، این نقد خیلی خوبی میشه کرد به رفاه زدگی، به تجملگرایی بیش از حدی که دیگه نقض غرضه، دیگه جواب هم حتی نمیده. سه تا LCD توی اتاق واسه یه آدم یعنی چی؟ الان یه عده اینطوری هست؟ نه شما میگید در واقع فیلم متوجه این موضوع بوده یا داره یا نه دستش؟ من به نظر متوجه این موضوع نیست. اگر بود من یه رد پای از این میدیدم، ولی جای این داشت که اینو کار بشه، یعنی جای یه نقد جدی برای این نوع آدم ها، آدم هایی که نمیدونن با این پول باد آورده چی کار کنن، هی باید ماشین عوض کنن، خونه عوض کنن، LCD عوض کنن، موبایل عوض کنن، و در واقع برده های کالای غربی هن، هیچ خودشون هیچ هویتی هم ندارن، هیچی هم ندارن. خب اسیرن. باشه. اینو نمیگه. این نمیخواد تصویر کنه شرایط زندگی شهری مدرن ما رو. اسم فیلم هم همینه دیگه، زندگی در شهر بزرگ. حالا یه بازیگر صاحب نام کمدی هم توش وارد بشه، اینا همه برای گیشه خوبه. همینجوری برای گیشه خوبه. یعنی اون در واقع داره از اون چیز رو که همه خطوط قرمز رسانه‌های رسمی ماست، همه رو به قلم چسبونده. درسته؟ داره از همه اینو بازی میکنه که مخاطب جذب کنه. همین. یه صحنه دعوا داریم که عطاران پسر رو میزنه بغل آسانسور، که اصلا معلوم نیست این چیه، این لحن چیه، این انیمیشنه، فانتزیه، چیه این؟ همه فیلم که اینطوری نیست. همه فیلم ظاهره خیلی رئالیستی داره دیگه. آره. لحنش هم رئالیستیه. بله، بله. یهو اینجا لحن معلوم میشه. چرا انیمیشن میشه؟ چرا فانتزی میشه؟ اگر این لحن رو انتخاب میکرد، حالا میتونست به خیلی چیزا وارد بشه، نقد کنه، شوخی کنه. فیلم شوخی هم نمیکنه. این شوخی های فیلم حتی شوخی هم حتی شوخی هم منصفانه اینه که خودمون رو بذاریم توی جایگاه آدمی که میتونه اینو در واقع جدی ببینه. ولی یه حرفایی داره فیلم میزنه، حرفایی که ممکنه در واقع از یک ذهن منسجم در نمیده ها. چون همچین که اولا رضا همون رضای همیشه گیه، رضا عطاران همون رضای همیشه گیه، خانم بختیار همون بختیار همیشه گیه. یعنی به نظر میسته که همون جا تو همین لوکیشن نشستن، به همون سادگی که الان بحث ما در گرفت، بدون مقدمه، بدونی که بدونیم چی قراره بگیم، اون فیلم رو همینجوری ساختن. آیا حق داره این فیلم خودش رو عرضه کنه و بفروشه و ادعای فیلم بودن بکنه یا نه؟ تو شرایطی که من هستم و شاهکارهای یکی اندر یکی شاهکارهای مستهجن رو میبینم، متاسفانه میبینم، برای اینکه کارم بدبختانه اینه، بدبختانه در این دیانه. این شاهکارهای مستهجن میفروشه ها، میلیاردی داره میفروشه. البته سعید عزیز دیه بهت اطلاع بدم که خوشبختانه فروش اینا تو سرش خورده و نمیفروشه اونجوری که قبلا میفروخت و ما یه قدم جلوتر رفتیم.
اما خوشبین نیستم اینکه چیزی که جایگزین میشه چی خواهد شد. من اینکه یعنی یه موجی بود، یه سلیقه‌ای بود. یه آره هجوم آوردن بچه. بعد به نظر من این سلیقه سلیقه مردم نیستا. مردم میخوان از این شلوغی زندگی، از این خستگی زندگی، از همه این چیزهای به خصوص این شهر شلوغ پارکینگ شده یه ذره خلاص بشن. خب ولی حالا من فهم کنم که بشه یه بهانه پیدا کرد در برای خیلی موضوعات حرف بزنیم که فیلم بهش اشاره میکنه، مثلا موضوع ماهواره. من نظر واقعی شما رو میدونم، مطمئن میخوام الان در واقع بشنوم نظر شما رو زبون خود درباره وضعیتی که برخوردی با ماهواره میکنیم. ما قبل از که برخورد خودمون با ماهواره بگیم، بگیم اونا چیکار دارن میکنن، بعد بگیم ما در مقابل اون کاری که اونا دارن میکنن در چه موضعی هستیم. آره دیگه، اصلا پدیده ماهواره، اصلا پدیده داره چیکار میکنه. حالا یه این پدیده در سطح جهان داره کار میکنه، یعنی داره به نظر من یک تعرض بسیار بسیار فکر شده یه گسترده از تصویر میده، یعنی یه بمباردمان تصویری میکنه ما رو. قبل از اینکه بگیم این تصویر معنی داره یا نداره، اینی که آیا این شرایطی که وجود به وجود اومده در به اصطلاح شبکه‌های متعدد و رو به تزاید ماهواره‌ای مال ذات لیبرالیسم غربه، ذات نظام سرمایه‌داریه، یا در واقع یک سیستم فکر شده‌ای داره ما رو به قول شما بمباردمان تصویری میکنه. تکمیم اینجا معلوم کنه. ببینید من فکر میکنم یه موقعی هر جفتش میتونه جواب درستی باشه. اساسا اولش مال ذاتشه. پس مال ذاتشه. اولش مال ذاته داره. پس این تهاجم فکر شده ای نیست. آره. نیست. آره. مثل چی میمونه؟ همین شما گفتی هست. نه نه میخوام این قسمت اول بگم چون همه بحث تموم نشده. مثل این میمونه که ما راجع به سینمای هالیوود چجوری میگیم. بعضیا فکر میکنن سینمای هالیوود یعنی اینکه همه چیز میلیمتری از طرف یک سری کمپانی و آدم صهیونیست نشسته داره اینو میبره تو دنیا و هیچ المان مثبتی تو این سینما وجود نداره. وقتی لغت وقتی که عبارت سینمای هالیوود رو به کار میبرن این فحش میمونه که من میگم به سینمای مستحجن، این اونه، هیچ نکته مثبتی تو این نمیبینن، برای اینکه اینجوری دارن نگاه میکنن. درست که این نیست. یعنی میگی که یه مقدارش مال ذات لیبرالیسمه، ذات نظام سرمایه‌داریه که توش توی هالیوود محمد رسول الله ساخته میشه، عمر مختارم ساخته میشه. دو اینکه حالا توی این شرایط غرب به خصوص امریکا فهمیده که مهمتر از اسلحه تصویره. اگر امریکا اسلحه‌شو ازش بگیری ولی تصویرشو نگیری همچنان میتازه. یعنی همه اینا رو ساختن که نظام فرهنگی ما رو از بین ببره. نه من حرفم اصلا نیست. اصلا حرف همین نیست. به چیه؟ حرف اینه که این جنس تبلیغات این همه کانال ماهواره‌ای غیر از اینکه یک ذات لیبرالیسم و نظام تکنولوژیکه که این نظام تکنولوژیک اساسا رسانه و هنرش تصویره، نه شعر، نه ادبیات، نه موسیقی، هیچ کم از این نیست، تصویره. اگرم بخواد موسیقی باش چفت بشه این موسیقی ها که تو ماهواره میبینید درست در همون جهته، در جهت دو حرکتیه، یعنی موسیقی در خدمت تصویر، تصویری که داره بمباردمان میکنه، تصویری که خودش سلیقه میسازه. وقتی شما این تصاویر رو که اساسا رو سکس استوار، چرا مردم ما هر مبتذلی رو از ماهواره میبینن ولی همون قصه رو بسیار با ساختارتر، بسیار شیکتر، بسیار فنیتر ما میسازیمش و نجیبتر و نجیبتر به قول شما تو داخل نمیبینم. این مشکل چیه؟ این مشکل ما فنی الان، مشکل تغییر سلیقه است، مشکل عدم باور مخاطب عمومی به رسانه رسمی ماست. حتی تو موضوعات گزارشی ها، یعنی اگر یه شبکه ماهواره بیاد یه موضوعی بسازه درباره مثلا عمل جراحی زیبایی بینی، یه مستندی بسازه، اونو میبینن فردا تو تاکسی و اتوبوس مردم دارن دربارش حرف میزنن، 10 تا گزارش خبری و تصویری و مستند تلویزیون رو پخش میکنه، کسی نمیبینه. یعنی اصلا موضوعی نیست که مردم روش حرف بزنن. این الان مشکل ما چیه؟ خیلی سوال خوبیه دیگه. تا بخوام یه چیز دیگه بگم که تو صحبت‌های معمولا دوستان ما نمیاد، اینه که اما همین این با وضعیت زندگی در شهر بزرگ کاملا در تضاده. یعنی ما اون شب داریم حرف میزنیم، میگیم آقا دوستان فیلمساز ما الان از فرهنگ توهی شدن. یکی از دوستان میگه الان اگه پر از معرفت بشن مسئله حل میشه. من میگم اصلا اینطوری نیست. دوستان عزیز ما زندگیشون تفاوت کرده. این ساختمونی که من تو توش نشستیم
در وسط تهران، یه دونه هم نیست، ده ها و صد هاست. چه ربطی داره به زندگی ایرونی نیمه مدرن معلوم نیست چی امروز؟ خب وقتی که زندگی خیلی ها یا آمالشون این ساختمون است که با تبلیغات و با فیلمامون اینه، بیل بردامون هم همینه، درست شد؟ داریم همین این... تبلیغ میکنیم. آره، این جمع نمیشه. یعنی این وضعیت تبلیغی که در شهر را میری تو آخرین محصولات غربی زندگی داره تبلیغ میشه، تو تبلیغات خودمون هم همینجور داره میشه، و کاری که تو جامعه داره اتفاق میکنه، چه مسئولین چه عده‌ای از مردمی که این نوع زندگی رو، این شکل و شمایل رو دوست ندارن، ولی تو تبلیغات همه اونجوری میشه. ما در دوران گذاریم. گذار از چی به چی؟ از سنت به مدرنیته. ابدا نیست. نه، من به نظرم اصلا در دوره گذار نیستیم، از سنت به مدرن. کجا؟ در دوره وسط سنتیم. در دوره توهم این گذاریم. همه متوهمن. ها ببین الان این تعریف جدید شماست، یعنی آره این تعریف جدید است، یعنی اصلا ما قبلا نمیشه. اصلا کلیشه‌ای نیست، اصلا نه کلیشه‌ای نیست، نه نابه. آره، ما تو توهم گذاریم. کی داره به سوی مدرنیزاسیون حرکت میکنه؟ کی؟ جامعه؟ با این تولید ناخالص ملی؟ با این میزان تولید نعمه مادی؟ پشتا میکنم، ربطی نداره اصلا عبور، اصلا فرهنگ ربطی به تولید ناخالص ملی نداره ها. چه ربط نداره؟ ببین من یه تعریفی از فرهنگ دارم، فرهنگ یه موجود زنده است، تغییر میکنه، این زبانه و لباسه و پوششه و ادبیاته، بخشش تاریخی که تغییر نمیکنه، بخشش این موجود نه تغییر میکنه، نه این فرهنگ به طور عادی تغییر میکنه، ادبیات ما، دایره واژگان ما تغییر میکنه. اینکه اینترنت تو خونه همه هست جلوش نمیشه گرفت، نه چیزی بدی هم گرفت که من نمیگم، میخوام بگم که این تضاد بین این اینترنت و وضعیت معیشتی ما، اقتصاد ما، ما اقتصادی که الان در حال حاضر داریم یک اقتصاده، من قبل از اینکه اهل هنر باشم دکتر اقتصادم، ما در شرایطی داریم زندگی میکنیم تو از نظر اقتصادی که یک اقتصاد دلال وارداتی دولتی ما قبل سرمایه داریه، نه فئودالیه نه سرمایه داریه، با چنین اقتصادی فقط بر پول نفت استواره. با پول نفت این فرهنگ است. بس اسخر میکنم، چند تا فهمه شما رو قبول داره، من تو اینو قبول ندارم که اصالتا ما نباید از اون مسیر تاریخی غرب عبور کنیم. نه اینکه شما میگی ما نه اینیم نه اونیم، ممکنه با تمام داده‌هایی که داریم هیچ کدوم نیست، مگه اینکه یه چیز جدید تو بگی، بگی آقا ما بله ما در دوران ما کشورمون سرمایه‌داری نیست، اما کثیف‌ترین روابط سرمایه‌داری تو اقتصاد ما هست. هست، آره قبول دارم. اینو به فرهنگ چجوری ربطش میدی؟ مدرن چجوری ربطش اصلا میدی؟ ربط داره ها، من یه ربطی بلدم خانم. نه حالا تو بلدی کاری ندارم، ولی فرهنگ که خودم ساختم، یعنی نه که بلدم خانم، تعریف شما رو بده. فرهنگ که به هیچ وجه چیزی رو هوایی که نیست، فرهنگ از چند تا چیز در میاد. دموکراسی که غرب بهش رسید به چه دلیل بود؟ دموکراسی غربی رو میگم، به این دلیل تو که نظامی که هنوز به سرمایه‌داری نرسیده که دموکراسی به وجود نمیاد، دموکراسی به نفع غربیش نه به وجود نمیاد، یعنی حتما به همون مسیر تاریخی بعد عبور کنه. هنوز نگفتم، من میگم دموکراسی غربی محصول سرمایه‌داریه، محصول دوره اول سرمایه‌داریه. بله، بله. اون شکوفایی دموکراسی میخواد، پس فرهنگ از رو آسمون نیست. اصلا این جمله شما قبول ندارم، اون شکوفایی دموکراسی میخواد در واقع سقراش فکر کنم جفتش غلطه. اون شکوفایی اسم شکوفایی نیست، یک اگه باشه اقتصادیه، اگه باشه در واقع تولید ثروت ممکن عادلانه توزیع ندیش نشده باشه، در واقع بله یه انفجار ثروته به خاطر انقلاب. نه اصلا انفجار اون میتونه باشه، نه اصلا دوره اول سرمایه‌داری این نیست. وایس شما در واقع گزاره میگید که در واقع میگی دموکراسی چیز خوبیه و محصول یه گزار تاریخی خوبه که همش می محل ایراد باشه. دموکراسی میتونه چیز خوبی نباشه، میتونه مثلا بحث خوبه بعد نمیکنم. تو داری فرهنگو جدا میکنی از وضعیت زندگی، من میگم اینا به هم مربوطه، با هم اثر میذارن هر دو. بله، من میگم زیاد هم ممکن مسئله اقتصادی نباشه. من نگفتم اقتصادیه، من گفتم این دوتا با هم مرتبطن، با هم کار میکنن. حتما مرتبطن، بله حتما. یعنی فرهنگ این نیستش که من نشستم بدترین زندگی شبه مدرن رو میکنم بگم وای زنده با سنت، این که چه شوخی دارم میکنم. زندگی من در تضاد با فرهنگی که اعلام میکنم، من ساده زیستی رو تبلیغ میکنم، زندگیم پر از تجمله. این چجوری میشه؟ و کدوم به نفع زندگیه؟ ساده زیستیه میاد تو زندگی یا زندگی که من میکنم؟ قطعا زندگی که من میکنم. یعنی اگر ما بگیم که آقا مشکل بزرگ فرهنگی مملکت اینه که دانش فرهنگی ما کمه، ما
ما الان پر از معارف فرهنگی کنیم، زندگی اونم دلالی باشه. شوخی داری میکنیم؟ اون زندگی میره جلو، اون میشه همون جمله‌ای که تو قبل از برنامه گفتی، آدمی که 3000 میلیارد میدزده راجع به جهاد حرف میزنه. خب یعنی چی؟ یعنی من جهادشو بپذیرم؟ این داره جهاد اقتصادی و جهاد قبول داره و خونش میره همون موقع که هنوز لو هم نرفته 4 میلیارد خونه میخره تو کانادا اپول من. خب غیر از اینه ببین بحث ژورنالیستیه کمی وایس این ژورنالیستی. آره بزن برگردیم به موضوع خودمون. ببین آیا حاکمیت، من یه جواب کلیشه حاکمیت هم میشه، میگه جواب قشنگی هم هست اگر چیزی جلوش داری رو بگو. میگه من اجازه نمیدم هروئین تو مغازه فروخته بشه. خیلی هم درست. درسته. اجازه نمیدم فیلم مستحسن فروخته بشه. اجازه نمیدم فیلم مستحسن. دروغ میگه. نه اینو قبول داری یا نه؟ میگه به همون داری که نمیذارم هروئین. دروغ میگه. نه ببینید شما میگید که آقا من خودم ماهواره رو خودم سلام خودم مستاجر خودت تبلیغ می خودت تولید می کنی. اون هم قبول داره، اونو یه جورایی قبول، همشو نه یه بخشو قبول داره. یه موقع هایی فیلم، همین فیلم در واقع یه بخشی استفاده میکنه، یه تصاویر آرشیوی استفاده میکنه که اتفاقا پیام خوبی میتونه داشته باشه، در حالی که اگه در واقع یه ناظر پخشی اونو ببینه، چه توی تلویزیون چه توی در واقع وزارت ارشاد، بدون اینکه هدفون بزنه و بشنوه دیالوگو، بدون اینکه قصه رو ببینه، میگه اینا رو دراری. همه جای دنیا سانسور دارن، منتها سانسورشون سلیقه‌ای نیست. یعنی مخالفت من با این نکته است که سانسور شما میگی سانسور چیز خوبیه ولی سلیقه‌ای نباشه. نه من میگم سانسور طبیعیه، نگفتم چیز خوبیه. شاید به جایی برسه. آیا طبیعیه یعنی حق حاکمیته؟ حق حاکمیته. من خودم یه چیزایی رو نبینم، نشنوم، نخونم، اینقدر فرهنگم به جایی رسیده باشه که خودم این آزادی سانسور رو داشته باشم. تو به عنوان حاکمیت وظیفه ای داری، یک، خلاف مصالح ملی نباشه از آمریکا تا یک کشور جهان پنجمی، حتی خلاف مصالح ملیش نباشه. این قاعده است، همه جای دنیا اینو باید رعایت میکنه. درست. حالا تو این خلاف مصالح ملی نبودن دیگه نمیشه 50,000 تا سلیقه اعمال کرده آورد زیر این تم اصلی. خلاف مصالح ملی مملکت نباشه. خب پس اون ما... سانسور طبیعیه، حق حاکمیت و اصلا باید باشه. باشه منتها ضابطه مند و غیر سلیقه‌ای و خیلی روشن. فهمیدم. دو اینکه خلاف اصول اخلاقی و دینی ما هم نباشه. وقتی ما میگیم هنجار اجتماعی یعنی فرهنگ. خب کسی تعیین نمیکنه، کسی نمیاد بخشنامه بکنه. عرف ما یه چه عرف اجتماعی عرفیه که عرف مال 10-20 سال 30 سال اخیرم نیست، یه عرفیه که ما باهاش زندگی کردیم، پدران ما هم زندگی کردن. نه دیگه اون اسمش عرف نیست دیگه، عذرخواهی میکنم. خب. ببینید عرف یعنی تظاهرات فرهنگی، تظاهرات فرهنگی بخشی از فرهنگه، بخش کوچکی از فرهنگه، بلکه محصول فرهنگه و تغییر هم میکنه در بستر زمانی. یعنی بخش از فرهنگ نه تغییر میکنه. درست شد؟ آره ولی این چیزایش تغییر نمیکنه. عرفم مال امروز و دیروز و فردا و پس فردا نیست. یعنی ممکنه الان شما یه نوع لباسی بپوشی که اگر پدر شما 50 سال پیش میپوشید حتما تو خیابون راش نمیدادن یا میگرفتن. آره اینو تغییر میکنه، این عرفه. آره ولی زیاد در واقع ربطی به چارچوب دینی نداره. این اصلا بحث شرعی. مثلا آزار، فرض کنید آزار زن تو هیچ فرهنگی، نه اونا که اصول اخلاقی مسلمه. آه. اصلا کاری به اونا من با اینا بحث دارم. باشه من الان میگم با همین تفکر شما سازنده، یعنی یا فیلم ادعا داشته باشه که ببین من دارم همینو میگم، میخوام بگم همینه جامعه ما، شهر ما، زیر پوست شهر ما همینه، این واقعیت اجتماعی مدرن ماست. منم ازش طرفدیری نمیکنم. مدرن که نیست. مثلا اون میگه من دارم توصیف میکنم. خب بازم شما میگی بعد درات با همون تعریفی که من از سانسور گفتم. من گفتم بدمنه بعد بدمن باشه، سیگار میکشه، اسلحه میبنده، آدم میکشه، جنایت میکنه، بالاخره بدمن فیلم. اگه اینو تو در بیاری که دیگه بدمن، نه بدمن که نباید در بیاری. خب. اصلا فیلم به بدمنش میچرخه. بله هر چقدر بدمن جدیتر باشه فیلم جدیتر میشه. آره منتها ما داریم اینجا حرف میزنیم تو جامعه ما اگه داریم اوضاع رو توصیف میکنیم خیلی تندتر از این باید توصیف کنیم اوضاع رو، اما فاصله ما با اوضاع هم روشن باشه. یعنی معلوم باشه تو داری از این اوضاعی که توصیف میکنی میخوری، نون میخوری، یا داری این اوضاع رو نقدش میکنی. حالا نقد ظریفی میکنی، نقد خشنی نمیکنی، ولی داری منو به فکر میندازی که آقا این وضعیته.
فاصله بین تو با موضوعی که به دامش نمیفتی، هر روشون نمیخوری چیه؟ فیلمت هم بفروشه، من که مشکل ندارم. فیلمت بفروشه، اوزارم ترسیم کنه، منم به فکر بندازه در جهت تغییر بخشی از این اوضاعی که میشه. منصف باشیم و بپذیریم که او حرفی برای گفتن داشته، که اصلا این موضوع تعالی ما داریم دربارش حرف میزنیم و جزو فیلمش میخواد بذاره. اگر نمیخواست اینو بگه، میگفت من این فیلمو مثلا تایمشم کم میکنم، خیلی پلانه دیگه و جنسی که شما گفتین از اون کدا میذارم توش و تو بازار سیاه میفروشم خیلی هم زیاد. و شما میدونید که ما بازار سیامون میدونید که خیلی جدی‌تر بازار سوپرمارکت و سفیدمون، درست شد؟ ولی اون کارو نمیکنه. یعنی میگه که اجازه به من بدید من در واقع یه سقف پرواز بلندتری داشته باشم. ببینید فیلم من مدرن تره، ببینید فیلم من تکنیکی تره، ببینید من حرفای جدی تری میخوام بزنم. اگه میخوام حرف جدی بزنم زیر پوستیه، نمیخوام شعار بدم، اجازه بدید من یه مقداری آزادانه تر این حرفا رو بزنم. من اصلا مخالفتی با این نوع حرف ندارم که اجازه بدید من حرفا رو تکنیکی تر و نرم تر بزنم و اثر بذاره احیانا. آره میگم من میخوام اثر بذارم، بعد بگم بعد اون آدم لومپرم داشته باشم. این ادبیات باشه، آدم لومپن داشته باش. آره خب مدت یه حدی داره دیگه. نه دیگه، بخوام لومپن یعنی لومپن دیگه. یعنی الان رضا داره نقش آدم لومپن رو بازی میکنه، بعد در بیاد دیگه، میگه من اینجوری درش میارم. وگرنه لومپنای شما تو سریال های تلویزیونی زیاد با آدم خوباتون زیاد فرق نمیکنه، فقط تو تفاوت لباس پوشیدنشونه. مثلا انصافا فکر میکنین که فیلم رو ساخته که بفروشه، یا فیلم رو ساخته یه حرفی بزنه؟ فیلم رو ساخته که بفروشه.